ارگ و سپیدار هر دو برای مراسم سوگند ریاست جمهوری آمادگی می‌گیرند. قرار است که تعداد زیادی از مهمانان خارجی و داخلی از اقشار مختلف جامعه در این مراسم باشکوه شرکت نمایند. در این سوی دیوار ارگ نیز آمادگی ها برای برگزاری مراسم جداگانه برای سوگند عبدالله عبدالله گرفته شده است. با این هم ریاست اجرایی می گوید که تلاش های سیاستگران داخلی و خارجی ادامه دارند تا بحران به میان آمده از نتایج انتخابات از رای گفتگوها حل گردند. زلمه خلیلزاد امروز سه بار با آقای عبدالله عبدالله دیدار داشته. با این هم میزی را روش کار میکنند که گفته میشه قرار است فردا آقای عبدالله اینجا مراسم تحلیف برگزار خواهد کرد. اما هنوز هم امیدواری های وجود دارند تا میانجی ها به یک نتیجه برسند تا بحران انتخابات پایان پیدا کنه. ما طرح خود را برای دکتر زلمه خلیلزاد تسلیم کرده بودیم که به طرف مقابل تسلیم بکنه. طرح از او هم بر ما رسیده از طریق دکتر زلمه خلیلزاد. تا هنوز هم ما به یک نتیجه ملموسی نرسیدیم. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی برگزار شدن دو مراسم سوگند را برای آینده کشور خطرناک می داند. گیریم دو تحلیف شد، طبعا باز دو صورت دو لست برای مذاکرات با دو ارزش های مختلف و تلاش طالبا و پاکستان هم شاید می باشه که ما وارد مذاکرات به شکل یک مثلث، یعنی در یک چیز مثلث باشیم. اگر فردا دو مراسم تحلیف بجا آورده شود، نظام سیاسی و اجتماعی افغانستان از هم خواهد پاشید. در این زمان امنیت در داخل شهرها برهم خواهد خورد و منابع مالی دولت که در دست بعضی ها هست اینا به غارت خواهد رفت. کمیسیون مستقل انتخابات در نتایج نهایی اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله این نتایج را نپذیرفت و خودش را پیروز انتخابات گفت و بر ایجاد حکومت تاکید کرد.